تست 169 نمودار مکان زمان رو به همون داده، میگه تندی متوسط و سرعت متوسط توی دو تا بازه زمانی، یکی از 0 تا T1، یکم از 0 تا T2 به ترتیب S-Average, V-Average, S-Prime-Average و V-Prime-Average. حالا میگه برای مقایسه کدومه که از اینها درسته. اول بریم سراغ سرعت. میدونیم که در نمودار مکان زمان شیب وتری که دو نقطه رو به هم وصل میکنه سرعت متوسط رو میده. پس من یه وتر بین 0 تا T1 وصل میکنم، یه وتر بین 0 تا T2. طبیعتاً واضحه وتری که بین 0 تا T2 رسم شده یه خط افقیه، پس شیبش 0ه و طبیعتاً شیب خط بین 0 تا T1 از شیب خط بین 0 تا T2 بیشتره. پس تا اینجا نتیجه که گرفتیم این بود: V average یعنی سرعت متوسط توی بازه 0 تا T1 از V prime average یعنی سرعت متوسط در بازه زمانی 0 تا T2 بیشتره. اما میرسیم به تندی. تعریف تندی برابر با نسبت مسافت در واحد زمانه. هر چقدر در یک بازه زمانی سرعت حرکت متحرک در لحظات بیشتر باشه، مسافت طی شده هم بیشتره، و هر چقدر مسافت بیشتر باشه مقدار تندی هم طبیعتاً در اون بازه بیشتر خواهد بود. در این دو بازه‌ای که به من داده، این بازه زمانی T1 تا T2 شامل حرکت با سرعت بیشتریه. دلیلش هم اینه که شیب خط مماس با دور شدن از رأس سهمی در حال افزایشه. پس نتیجه بازه 0 تا T2 نسبت به بازه 0 تا T1 شامل قسمتیه که در اون بازه متحرک سریع‌تر حرکت کرده. با افزایش سرعت در یک بازه مسافت افزایش پیدا میکنه و تندی هم بیشتر خواهد شد. پس نتیجه که میگیریم اینه که برای تندی اسپریم اوریج بزرگتر از اس اوریجه. پس جواب درست این تست گزینه شماره 4 هست.